شفاخانه ها و مراکز خدمات صحی عمومی از جمله نهادهای اساس و مهم است که باید از سوی دولت مورد توجه بیشتر قرار گیرند. در سالهای اخیر با توجه به افزایش نفوس در هرات این مراکز با کمبودهای جدی مواجه. شفاخانه اطفال در منطقه شایدایی یکی از بخش‌های مهم خدمات صحی در هرات است که روزانه ده‌ها بیمار جهت درمان به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند و به گفته مسئولان و کارمندان صحی در این مرکز تعداد مراجعه کنندگان بیش از ظرفیت پذیرش این شفاخانه است. از لحاظ بدایشتی ان اینجا همو رستوران روبروی دوای گوشت مرغ ان اصلا مانع کردن، خدا شاید دو پرز غذا واسه بچه‌ها خوب داخل بگرفتیم، هر دو پرز غذا بوی مداد خب کین اینا رو بپرز پرز 120 روپیه هم می
مشکلات به هر حال دوری اینمی شفاخانه بارا بود. دیگه همین مشکلات هست دیگه از مجزا هم تو میشه و عشو میشه بیامادیم بعد. خدمات رسانی خوب رضایت دارن؟ میرسه بله انشاءالله میرسه کم کم میرسه. از اونا تقاضا میکنیم گروپ های از در حقیقت مراجعین ما میان اینجا مشکلات خود برای ما مطرح میکنن. ما از اونا بارها تقاضا کردیم که شما اگر ایانا تفاوت قیمت به این دوا، به این کمپینی و به این مقدار دوا که در نسخه دیزاین شده، نوشته شده، تعریف شده شما میبینین با تاپی همون دواخانه مربوطه برای ما بیارین که ما رسما ما خود ما و از طریق خود اداره شفاخانه ریاست قوانین صحیح بررسی از طریق ریاست محترم صد تامه و شفا ریاست محترم شفاخانه یوزوی به جریان بگذاریم تا بدین برخورد قانونی بشه. ولی تفاوت قیمت طبیعتا شما به جریان هستین که کمپانی های مختلف در داخل افغانستان دوا وارد میکنن و ما کسایی هستیم که هیچ وقت نمیتونیم به خاطر قیمت دوا حیات یک مریض رو متاثر بکنیم. مجبوریم که دوایی که در حقیقت کیفیت بهتر داره نظر به تجربه که ما داریم او دوا رو تعریف بکنن. دکتر سیبو هم همکارا ما که مریضای وخیم اینجا میای اگر خدای نخواسته دوا با کیفیت نباشه وقت میگذره و مریض از یک مرحله ای که هنوز پیشرفت نکرده به یک مرحله وخیم تر عبور میکنه. بنابراین تفاوت قیمت در قسمت کمپینی های مختلف و کیفیت دوا موجود هسته که شما هم به جریان هستین. ولی اگر خدای نخواسته ما ببینیم که در این سایه ما هرچند این وظیفه ریاست محترم سرتامه و آمریت محترم قوانین سیوی بررسیه که این موضوعات بررسی بکنه ولی سایه مربوطی شفاخانه اطفال اگر ما همچون اسناد و مدارک دریافت بکنین که همچون تفاوت قیمت باشه رسما اینا رو به مراجع مربوطه بارها دیپوی شفاخانه یوزوی هم چک کردیم، نظارت کردیم، اگر گران فروشی کرده بود دور مستحق جریمه کردیم یا تعطیل کردیم کار از دور و او را کتبا نوشته کردیم به مدیریت بررسی از قوانین و آمرین نوکریوال ما هم که میان اینجا قیمت های دوایی را میگیرند و میبینند در صورتی که بازم تخطی کرده باشه ما با ریاست به مدیریت بررسی از قوانین صحبت میکنم بیا یک دفعه قیمت اگر با واقعیت دوا با کیفیت باشه و با قیمت فروخته میشه او بس قیمت و کیفیت دوا و اگه که دوای بی کیفیت و قیمت بالا و فروش مطمئنان که برخورد قانونی صورت میگیره. مشکلی که ما داریم در قسمت تدارک دوا حدود از 8 ماه است که شفاخانه یوزوی تدارکات دوا نشده. ما کندگوریز از مؤسسات که میگیریم برای شفاخانه اطفال هم میدیم. ما منتظریم به این روزا در تدارکات ملی در مرکز کشور به ارتباط تدارک ادویه برای تمام شفاخانه‌های کشور که شفاخانه یوزوی هم جزء از اون است تصمیم عاجل گرفته شه. این مشکل که وقت دوا ما داشته باشیم دیگه لازم نیست که مردم برای نسخه خور از بازار بگیره. ولی موضوعی که آیا دواخانه‌های مقابل شفاخانه اطفال گرانتر میفروشن نسبت به داخل شهر باید بررسی شه. مراکز عرضه خدمات صحی معمولا در جای ساخته می شود که عموم مردم به آن دسترسی آسان داشته باشند. اما شفاخانه اطفال هرات در جای بیرون از شهر قرار گرفته که همواره شکایت شهروندان نسبت به دوری راه، گرانفروشی دکانها و دواخانه های نزدیک به شفاخانه، نبود جای مناسب برای پایوازان و غذای بیکیفیت رستوران های مقابل این مرکز درمانی را به همراه داشته است. به گفته مسئولان شفاخانه مفتی تعداد بستر های این مرکز درمانی کافی نبوده و از موقعیت این شفاخانه هم چندان راضی نیستند.
طوری که شما هم به جریان هستین، تفلا اگر از تفلا شروع کنید که چون اونا ما هم خدمتگذاری برای تفلا میکنیم، برای مریضا میکنیم، تفلا آسیب پذیرن، زود متاثر میشن. بنا نجاب میکنه که سنتر که برای عرض خدمات صحی برای اطفال هسته در مرکز شهر باشه که تمام ولیسفلیا و ترانسپورت به اون نزدیکی داشته باشه که طفل اگر متاثر میشه زودتر به اون مرکز مربوطه انتقال شه که خدمات صحی استاندارد به زود ارزش. این در حقیقت که سالهایی که ما این پیشنهاد خدا میکنه که انشالله شفاخانه انتقالش به داخل شهر به مرکز شهر میرسه. به بخش پرسنل خود ما طبیعتا اگر همگی ما در این شرایطی که ما و شما فعلا قرار داریم که ما پیش بینی نمیکردیم که به همچون شرایط مواجه بشین، همگی ما خوش داریم که از هر نقطه نظر به فامیل خود نزدیک باشیم، به شهر نزدیک باشیم، نیازمندی که خود پرسنل نیاز دارن مرفوع بشه، از امنیتی خدای ناخواسته با مشکل مواجه نشن. همه اگر جمع کنیم پس ایجاب میکنه که پرسنل هم از نظر ما چون عرضه کننده ایم یا ارائه کننده ایم، ارائه کننده که از نظر شرایط روحی روانی در شرایط بسیار خوب قرار داشته باشه، طبیعتا تمام انرژی متمرکز میشه سر خدماتی که عرضه میکنه. اگر خدای ناخواسته از نظر روحی روانی کمی متاثر باشه، طبیعتا خدمات هم متاثر میشه. پس بهتر اینه که ما هم روزی باشه که انشالله اول از اینکه در شرایط عام در تمام افغانستان قرار داشته باشیم، به خصوص به هرات شفاخانه اطفال هم که در یک محله باشه که این خواسته هایی که من قبلا ذکر کردم انشالله به یاری پرسنل هم پرواز داره. بزرگترین چالشی که فعلا شفاخانه اطفال داره دوری مسیر راه است از داخل شهر که با همون زمان با همون بزرگوارایی که با همون زمان بودن نظر دادن همینجور به همینجور ساختن، در حالی که بعد شفاخانه اطفال در یک موقعیت مرکزی شهر می بود. این بزرگترین چالش ما هم به عنوان مسئولین شفاخانه و ساعتام دوری راه از اینه بس دیگه، بس تعداد بستر اینه که این 100 بستر است. فعلا ما بین 150 تا 200 مریض هم در بعض مواقع ما میپذیریم. بس مهاجرین است که آمدن حال اینجی بالاخره اسکان پذیر شدن و وقت مریض هم که به شفاخانه میه وضعیت خوب نباشه ما ناچار هستیم. اگرچه از نظر قانونی استانداردا برای ما میگه که از تعداد بستر شما اگر مریض اضافتر میشه شما بستر نکنین، چون با بعض استانداردا به هم میخوره، بعض مسائل تداوی از اونها به چالش مواجه میشه. ولی باز هم همین تیمی که فعلا وزارت صحت عامه اینجی برای ما سهمیه داده به حساب اطفال و همین تعداد بستری که داده، با وجود همین کمبودات باز هم ما پذیرای 150 مریض تا 200 مریض هم هستیم. شما میفهمید که اینا مسائل عقلی از اینا هست، مسائل دوا از اینا هست، انرژی که دکتر صاحبا مصرف میکنن برای تداوی از اینا.
ما از تمام شهروندان تقاضا میکنم تا که حال وضعیت استراری در قسمت کرونا اتخاذ شده در شهر هرات، در چیزی که ما نظر میده موجودیت پرواز بیش از حد، فقط از تمام خانواده ها تقاضا میکنم که در ولو که انشالله کرونا هم متشویش رفع بشه، به شفاخانه ها که مراجعه میکنن کوشش کنن که باقی نمونن، نظر به بود دستورات و پالیسی یا هدایاتی که صحت داره بزو احترام قائل بشن، به واسطه ازی که اگر احترام قائل نشن امکان داره که مریضی کرونا فعلا حاده و مریضی های دیگر انتقال بدن به خانه خود از طریق بوده باشه بیش از حد پاوازا در داخل شفاخانه یا ظروف خود یا کپل خود یا لباس ها خود خانه خود که 2 ماه بعد 3 ماه بعد 6 ماه بعد باید بعد از خانواده اون متاثر بکنه که او وقت باز بودجه مبلغ باز اون سرمایه گذاری کنن که یک از اعضای خانواده که مصاب شده او رو تداعی بکنن. فقط در قسمت بوده باشه پاوازا در کل این فرهنگ خدا کنه که ان شاء الله نادیده بشه که فقط یک مریض و یک پاواز یا بعضی جاها امکان داره که پاوازی هم نیاز نباشه، خدا کنه که او شرایط ما به او برسیم که خدمات برای مریض فقط او نرس و دکتر مربوطی برسونه، پا پاواز هم وجود نداشته باشه. این یک تقاضامونه و تقاضای دیگه برای اطفال و مادرای عزیزه که دو چیز برای طفلای خود دریغ نکنن، یکی شیر خود و یکی میره خود. شفاخانه اطفال هرات حدود 11 سال قبل از شفاخانه عزوی هرات به منطقه شیدایی انتقال یافت، اما عرضه خدمات صحی در این مرکز درمانی از دید کسایی که مراجعه میکنند رضایت بخش است. در کنار او بلند بودن نرخ دارو، دور بودن مسیر و غیر بیداشتی بودن غذاهای رستورانت مقابل شفاخانه اطفال، عدم دسترسی آسان و محدود بودن تعداد بسترها از مشکلاتی که عرضه خدمات صحی شفاخانه اطفال در منطقه شیدایی با مشکلاتی روبرو کرده است. فاصله شفاخانه اطفال تا شفاخانه عزوی حدود 6 تا 7 کیلومتر تخمین شده، اما در این اواخر زمزمه های وجود داره که گویا شفاخانه اطفال دوباره به شفاخانه عزوی انتقال می‌یابد. امر مهم و ضروری که دیده شود چه زمانی انتقال داده می شود.